قصه عبدالقوس و ربودن پریان او را و سالها میان پریان ساکن شدن او و بعد از سالها آمدن او به شهر و فرزندان خیش را باز ناشکیفتن او از آن پریان به حکم جنسیت و همدلی او با ایشان بود. عبدالقوس هم جنس پری، چون پری 9 سال در پنهان پری شد، زنش را نسل از شوی دگر، وان یتیمانش ز مرگش در سمر، که مرورا گرگ زرد یا رهزنی، یا فتادن در چهی یا مکمنی، جمله فرزندانش در اشغال مست، خود نگفتندی که بابایی بوده است. بعد 9 سال آمد او هم آریه، گشت پیدا باز شد متواریه، یک مهی مهمان فرزندان خیش، بود و زان پس کس ندیدش رنگ بیش، برد هم جنسی پریانش چنان، که رباویت روح را زخم سنان، چون بهشتی جنس جنت آمده است، همز جنسیت شود یزدان پرست، نه نبی فرمود جود و محمده، شاخ جنت دان به دنیا آمده، مهرها را جمله جنس مهر خان، قهرها را جمله جنس قهر دان، لا ابالی آورد، زان که جنس هم بوان اندر خرد، بود جنسیت در ادریس از نجوم، 8 سال او با زحل بود در قدوم، در مشارق در مغارب یار او، هم حدیث و محرم آثار او، بعد غیبت چون که آورد او قدوم، در زمین می گفت او درس نجوم، پیش او استارگان خوش صف زده، اختران در درس او حاضر شده، آنچنان که خلق آواز نجوم می شنیدن از خصوص و از عموم، جذب جنسیت کشیده تا زمین، اختران را پیش او کرده مبین، هر یکی نام خود و احوال خود باز گفته پیش او شرح رسد، چیست جنسیت یکی نوع نظر، که بدان یابند ره در همدگر، آن نظر که کرد حق در وی نهان، چون نهد در تو گردی جنس آن، هر طرف چه می کشد تن را نظر، بی خبر را کی کشاند با خبر، چون که اندر مرد خوی زن نهد، او مخنث گردد و گان می دهد، چون نهد در زن خدا خوی نری، طالب زن گردد آن زن سعتری، چون نهد در تو صفات جبرئیل، همشو فرخی بر هوا جویی سبیل، منتظر بنهاده دیده در هوا، از زمین بیگانه عاشق بر سما، چون نهد در تو صفتهای خری، 100 پرت گر هست بر آخر پری، از پی صورت نیامد موشخار، از خبیسی شد زبون موشخار، طعمجوی و خاین و ظلمت پرست، از پنیر و فستق و دوشاب مست، باز اشهب را چه باشد خوی موش، ننگ موشان باشد و آر وحوش، خوی آن هاروت و ماروت ای پسر، چون بگشت و دادشان خوی بشر، در فتادن از لنهن و صافون، در چه بابل به بسته سرنگون، لوح محفوظ از نظرشان دور شد، لوح ایشان ساحر و مسحور شد،
پر همان و سر همان هیکل همان موسی بر عرش و فرعونی مهان در پی خوب باش و با خوش خوب نشین خوب پذیری روغن گل را ببین خاک گور از مرد هم یابد شرف تا نهد بر گور او دل روی و کف خاک از همسایگی جسم پاک چون مشرف آمد و اقبالناک پس تو هم الجار سمددار گو گردلی داری برو دلدار جو خاک او هم سیرت جان می شود سرمه چشم عزیزان می شود ای بسا در گور خفته خاکبار به ز صد احیا به نفع و انتشار سایه برده او و خاکش سایه مند صد هزاران زنده در سایه ویند.